ببین کردای مریوان چه کردن، یه بار ماهی رو به این شکل کباب بکنی دیگه هیچ جوری دیگه نمیتونی ماهی کبابی بخوری. تا آخر ویدیو ببین تا یادت بدم چه جوریه. برای پاک کردن ماهی قزلالا یا سمون هیچ کدوم فرقی نمیکنه. برخلاف همیشه که از داخل شکم باز میکنیم، برای ماهی کردی و مریوانی باید از پشت کمر ماهی باز کنیم. ببینید به این شکل. برای قسمت شکم هم که وقتی از پشت به اعما احشا میرسید دیگه اونجا دیگه برشتون رو تموم کنید که بتونید کامل در بیارید. تو قسمت دوم کارد رو تا انتها فرو ببرید، ولی مواظب باشین از اونور پاره نکنید که یه تیکه بشه. این تمومه، کار دیگه ای نداره، فقط محتویات شکم رو خالی میکنیم و این استخون کمرش هم خیلی راحت وقتی که شکمش رو باز میکنید از جلو به این شکل جدا میشه. ببینید هیچ گوشتی هم بهش نچسبیده. اون قسمت توی دهن و آبشوشش هم ازش جدا بکنید همین راحتی. کار دیگه ای نداره، میشوریمش میریم برای مزه دار کردن. تو این قسمت فقط به داخل شکمش اول از همه یه مقدار نمک بزنید، بعد از اون زردچوبه و فلفل سیاه. این از توی شکمش. برای پشتش هم روی منقل بهتون میگم چیکار کنید. با رنده کوچیک یه پیاز رو رنده کنید و آبش رو داخل یه دونه ظرف سس بریزید. تو همین قسمت به آب پیاز یه ذره روغن زیتون هم اضافه میکنم، چون ماهی به اندازه کافی چرب هستش. تمام. خب دوستان، برای کباب کردن این ماهی احتیاج به یه دونه توری به این شکل داریم. قبل از اون زغالا رو پهن کنید به اندازه ماهیتون. توری رو بذارین روی منقل، ماهی رو از سمت پوستش بذارید روی منقل روی زغالا به این شکل. تا 2-3 دقیقه 4 دقیقه که پوست ماهیتون از اون طرف تاول بزنه کاری نداریم، فقط زغالای زیرش رو تنظیم بکنید که حرارت و همه جاش یکسان بخوره. هی مرتب چکش بکنید ببینید تاول زد پوستش یا نه. فکر کنم دیگه کافی باشه، برش گردونید. ببینید پوستش خودش به صورت خودکار داره کنده میشه. تو این قسمت پوست رو خیلی راحت قلفتی بکنید. تمام. دوباره این سمتش هم ادویه بزنید، فلفل قرمز، فلفل سیاه و نمک با زردچوبه. یه بار برش میگردونم تو این قسمت. آخ آخ آخ، ببینید به خاطر اینکه ماهی سمون چربه، ببینید چه جلز ولزی میکنه. تو این قسمت از آب پیاز و یه مقدار کمی که روغنمون زدیم و بهش میزنیم. این آب پیاز باعث میشه که سردی ماهی رو بگیره و تبش رو تنظیم بکنه. وسط منقل رو یه مقدار خلوت کردم، چون وسط ماهیمون باریکه، به خاطر همین که نسوزه زغالا رو کشیدم کنار که بهتر بپزه. عین اینکه داره میپزه با یه سیخی چوبی به این شکل از آهن توریتون جدا بکنید ماهیو که خواستیم برگردونیش یا درش بیاریم به راحتی جدا بشه. یه بار که جدا میکنید دیگه نمیچسبه بهش. پشت و روش میکنم. آب پیاز بزنید به این سمتش هم. آب پیاز قشنگ اینو حال میارونه. ببینید این دوورش دیگه تقریبا آماده است. بهش آب لیمو بزنید. اینم آب لیمو. به هر دو سمتش آب لیمو اضافه کنید. قشنگ میره به خورد گوشتیه. اینجا. برای کشیدن تو ظرفم در توری رو وا کنید، سینی رو بذارین روش. سینی رو با کل وسیله ها به چرخونید. آخ 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 آخ. اینم آب لیموی آخرش. بره سر سفره درست بکنید، حالش رو ببرین، لایک و کامنت هم یادتون نره.